سهم عادی و انکشافی بودجه ملی افغانستان به کودها تقسیم می شوند. کودهای عادی و انکشافی و نیز کودهای احتیاطی که آنها هم در پیشنویس بودجه ملی به احتیاطی عادی و احتیاطی انکشافی تقسیم شدند. آنچه تا امروز مردم از کودها شنیدند درباره کود 91 و کم هم کود 92 بوده است. آن هم به دلیل به گفته مردم ریخت و پاش فراوان از آنها گاه برای کرایه خانه و گاه هم برای خرید اپارتمان و تیل و موتر زرهی ولی وقت کم بیشتر به جزئیات می رویم می بینیم به علاوه این کودها 18 کود احتیاطی عادی و 11 کود احتیاطی انکشافی وجود دارد که البته 4 تا از کودهای احتیاطی عادی را وزارت مالیه به بودجه عملیاتی خودش انتقال داده چیزی حدود 2 میلیارد افغانی چند نو کد داریم؟ پول این کد در کجا و برای چی مصرف می شوند؟ کد احتیاطی چی هستند؟ کد های استراری یا خرچ و باد؟ سلام به با این ویژه برنامه خوش آمدید. برای پاسخ به این پرسش ها و بیشتر مهمانان من آقای صدیق احمد عثمانی عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان افغانستان آقای علی مشعل استاد دانشگاه و آقای سید نصیر احمد رئیس عمومی بودجه وزارت مالیه مهمانان بسیار خوش آمدین و با برنامه شبا. آقای احمد اول چند نوکود داریم؟ خوب بسم الله الرحمن الرحیم سلام خدمت شما مهمانان و بینده های تلویزیون تلو ها با اساس تصنیف اقتصادی ما پنج نوع کود داریم 21, 22, 23, 24 و 25 که 21 مربوط ماشات میشه 22 اجناس خدمات اینا های عادی است کودهای عادی است کود 22 اجناس خدمات کود 23 پرداخت قسط قروض کود 24 مساعدت ها و مسارف تقاوت و کد 25 هم کسب دارایی ها اینی تصمیم از که استاندارد است و در تمام جهان به اساس استاندارد حسابی مالی حکومت وجود داره و اکثر کشورهای جهان از این کد استفاده میکنند بر علاوه از این کودا ما کودای بودیجه انکشافی داریم که زیادتر به نام اف جی یاد میشه درست. یعنی هر هر پروژه انکشافی به خود یک کود اف جی مشخص داره اه. که این دمو ردیابی مصارف از او پروژه انکشافی ما را کمک میشه بر علاوه کودای انکشافی و کدای اقتصادی ما بعض کدای اتیاد داریم و کودای متفرقه بله کدای اتیاد چیز است که در قانون امور مالی و مصارف ما پیش بینی شده کود 91 کود پالیسی او کود 92 کود حالت استقرار است بله برلاوی ازي اساس مقرري جديد كه اخيران توسط كومينه تصفيب شده کودها برلاوی کوداي اقتصادي بدو طبقه تقسيم شده كه ياك کوداي استيات شيز كه پيش بنشيده و ياك کوداي متفرقه است كه ازي تمام ادارات استفاده مكنند Uh, مصارفش مشخص است به اساس یک پلان ای کودها پلان میشه و بعد از او به اساس نیازمندی به هر اداره تعدیل میشه بسیار چیزی که ما فهمیدیم ما پنج نو کود داریم 21, 22, 23, 24, 25 که اینها کودهای عادی هستن درست که شما تشریح کردن و ما به صورت مشخص و موردوار و با به هر کدام اونا جداگانه میایم و کودهای عادی کودهای احتیاطی <تصفح> که به دو بخش تقسیم شده در سند بودجه کودهای احتیاطی بودجه عادی و کودهای احتیاطی بودجه انکشافی کودهای احتیاطی بودجه عادی از 91 شروع میشه کود 91 است 92 هست 93 هست 94 95 و بالاخره تا تا 980 اینا میرسه و کودهای احتیاطی بودجه انکشافی درست است که از 91 شروع میشه 91 39 و 45 اینا اول بر ما اگر امیره تشریح بکنین که کدا احتیاطی بودجه انکشافی یعنی چی چند تا از چند تا چقدر سند بودجه مساوات سی، سیوم چهار تا کود متفرقه انکشافی پیش بینی شده که اینا را خوبتر است اگر ما شما متفرقه بگیم از اینکه احتیاط بگیم چون احتیاط چیزی که در قانون پیش بینی شده شما چی گفته کډه متفرقه است هم کو په پشترم تشریح کوم په اساس مقرره په دوه دسته تقسیم شوده کډه متفرقه است و احتیاط است احتیاط نه د یو نو د یو څه دی چې قابلیت په شوې نه ده د بودیج چقدره ده ازم کډه متفرقه د بودیج انکشافي تقریبا د حدود 3.8 میلیارډ ده ک چې بخش اعظم ازې د مو پروسه مجلس مشوراتین با مردم 100 میلیارډ ک په اساس یو فرمول واضح فیصدی فقر به اساس نفوس هر ولایت این سه میلیارد تقسیم بندی شده بله اما چون ما فعلا گفته نمیتونیم که در کدام ولایت چقدر پروژه تطبیق میشه و چقدر نیازمندی خواهد بود که از این کد گرفتن از اون خاطر ایره جداگانه در یک کد مشخص کردیم سه میلیارد افغانی را خب. به اساس پیشرفت کار در هر پروژه که ما با, با, مشوره با مردم بله. ایره از شان گرفتیم از پیش مردم چند کد متفرقه داریم؟ یازده؟ یا احتیاطی میره من میگم احتیاطی بود جنگ انکشافی ده انکشافی چهار است خب آه. یکیش مجالس مشورتی با مردم است یکیش به خاطر توازن اثار است بله یکیش از خاطر مدبع اوراق مسون است که یک پروژه بله. جدید است و بله باشن که بله ما و یک شام تشویقی بر ورسوالی نیست وجود برای صندوق انکشاف و بلایتی به اساس قانون معدن در هر ولایت که معدن استخراج میشه 5 فیصد اواید از او باید به انکشاف همو ولایت تخصیص داده شه مجمع 4 کد متفرقه است که 3.8 میلیارد افغانی بله. بودجهش است و کدای احتیاطی بودجه عادی چند تا است در مجموع 13 تا است یا 15 تا 15 که در مجموع نوسته کد خب من یک دفعه باز ببینم با بله. خاطر از این نمونه چون ما سبق مکد مجرد هست که 4 تا شما انتقال دادین به وزارت مالیه سیزده کود ایتیاتی و متفرقه در بودیجی عادی است دو دانش کود های ایتیات بله. و یازده دانش هم کود متفرقه است موردوار روی از نام میاییم ولی اول چون یک روشنی انداخته شوه پول چار کود احتیاطی را شما به وزارت مالی انتقال داده درست است؟ از کود احتیاطی 93 را 94 را 9-23 را یعنی 9 را و 9 را به. که حدود دو میلیارد افغانی میشه به. چرا ما فکر کنم دی بخش مقرره خیلی واضح بوده کودای مترف... متفرقه قسمه که در مقرره تشریح شده کودایی بله. است که از او تمام ادارات استفاده میکنه و قابل پیش بینی نیست که کدام اداره چقدر از استفاده میکنه این چهار کود را که شما گفتین پنج کود را که شما گفتین بله. ای این کودای است که همیشه از این وزارت مالی استفاده میکنه یعنی مشخص است که ای از وزارت مالی است خب بخاطر از ای که تفکیک شوه ما ایره را در مجموعی بودیجه وزارت مالیه نگرفتیم خب. که باز نگرانی ها را ایجاد نکنه امه. ما ایره را جدا گرفتیم که خیلی مشخص است مواردش مثلا به تیم ملی کرکت افغانستان این همه ما به حمایت از, از بودیجه وزارت مالیه, مالیه بود پیش ازی پیش ازی در کود متفرقه بود خب در سال سیز در نوار چون همیشه وزارات مالی انتقال میداد یعنی در تعدیلش رول مستقیم وزارت مالیه داشت ایره در دا بودیجه وزارت مالیه انتقال دادیم اما مشخص ساختیمش که ای بر تیم ملی کرکت است یعنی در دیگر جای استفاده نمیشه درست امیشه. تشکر تشکر ما به شما میگردم در اول نیاز بود یک روشنی اسمانی اول انداخته شما درباره پنج کود عادی 21 22 23 24 و 25 چی است بسم الله الرحمن الرحیم هم قسم که جناب رئیس بودجه گفتن اما پنج کود که در بودجه عملیاتی است همیشه کود دائمی است بله با مطابقی کود های احتیاط می نظر به سال مالی متغیر است بالا شود کم شود ضرورت پیدا میشه کود احتیاط بالا میبرن ضرورت نمی باشه کود احتیاط پایین میبرن یعنی او حتمی نیست که چارده باشه پانزده باشه سیزده باشه امه. و به شکل کودای متفرقه را هم که در بودجه کشافی گفتن معلوم نظر به ضرورت میتونه کم شد و زیاد شد به طور مثال دلید. همی کودی را که کود متفرقه که در بودجه مشورتی اما پروژه های مشورتی حکومت با مردم است امثال امسال به وجود آمد سال گذشته ای نبود ممکن در اون صورت سه میتونست باشه دلید. یعنی در زیادی و کمیش کدام بحث نیست نقطه اصلی استفاده از کودا است که چگونه استفاده دلید. صورت نقطه اختلافی ما بسا وقتا با وزارت مالیه سر نحوه استفاده از کودا است. کودای کود 21 که بیشتر از ما رئیس های بودجه میدانه فصول مختلف داره یعنی اگر لست کنه شاید بسیار وقتا بگره شاید ارقامش به پنجا یا چل یا شست که خودش بهتر میدانه و فصول مختلف تقسیم شده به همین شکل کود 22 و 25 و 23 و 24 که امدتا 21 و 22 و 25 کودای روزمره و 24 امسال به خاطر خزینه تقاوت به قول رئیس های بودجه که پیسه خزینه تقاوت در وجه جا بجای کردن امه. او ایجاد کردن از است بله. ولی معمولا در اوقدر قدر بودجه نمی باشه امسال استثنا زیاد از شهر سالهای بعدی هم به همین شکل باشه بله کد 21 بخش ماشاتش شما ما هم وقت جنجال نداریم امسال هم نداریم امسال هم جنجال نداریم و خاطر از اینکه با ماش فاستونال ملکی و نظامی از او پرداخت میشه در اونجا... برخی از همکارای شما در کمیسیون مالی بودجه میگن که کد بیست یک فقط بر ماشا باشه میگن نیست فقط بر ماشا نه نه فقط بر ماشا نیست خب اضافه کاری از سفر خرج است بسیار نامای متفاوت است که اگر رئیس های بودجه به شما بگیرد بر روی اسنادی که در دفتر خود داره زیاد است یعنی ولی عمدترینش کود بخش ماشات است که ماشاد از او پرداخت میشه و در قدر ما همیشه جنجال هم نداریم و همیشه اجازه هم دادیم وزارت مالیه را که از سایر کودا شما به کود 21 تعدیل کرده میتانید این ای همیشه بوده و امسال هم که 17.093 آره بس تنقیز شده شما مشکل ندارین که وقتی که تنقیز شده بله. طبعا باید بس و این نقطه هست که سال گذشته با تشکیل جمع 20 هزار یک مقدار پیسه بوده امسال که 20 هزار یا 17 هزار از تشکیل کم شده شدن بله. باز هم همون مقدار پول است که همکارهای ما در جلسات پیشتر هم را یاد کردن بله. که چرا مثلا در صورت که تشکیل پایین شده کد 21 بالا رفته این نقطه اعتراضی بود بله. ولی نقطه اعتراضی اصلی همکارهای ما در کد 22 و 25 است که کد 22 را اون قسمه که رئیس های بودجه گفت مصرف خارج از معاشات است اجناس و خدمات اجناس باید. از خدمات است کارهای روزمره است غیر از معاشات و غیر از اضافه کاری است اعتراض اصلی نمی است اولوس جرگه یا کمیسیون مالی و بودجه بیشتر فشارش است که کد 22 باید تنقیص پیدا کنه ولی بله. وزارت مالیه هم گپ خود ساده است و،, و میگه که ما این کد اگر استاد کنیم کم کنیم ممکن است حکومت ادارات دولتی به مشکل روبرو شود ولی نقطه اختلافی ما همین است و هر سو استفاده یا،, 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 یا جمله آسان بگویم اضافه خرچی یا مصارف بیجا صورت میگیرد در این کد است درست اخوی عثمانی کد 22 در بودجه ابتدای سال 1399 81 میلیارد تخصیص داده شده بوده در بودجه سال 1400 مساواده سوم 124 میلیارد و 651 میلیون یعنی یک افزایش 52 درصدی را نشان می ده. حدود 42 اشاریه سه میلیارد افغانی در کود اجناس خدمات اضافه شده همین به شما واضح است که چرا نه خیر ما ما واضح نیست به دلیل از ای واضح نیست نگم چرا واضح بله. نیست وقتی کود 22 می امروز خوشبختانه همی بس بود که وزارت مالیات خیلی خفه بود موینس های مالی چندین بار دلش بود جلسه را ترک کنه رئیس کمیسون تحکیدش سرمی بود که شما جزئیات کد 22 را به ما بتید به طور مثال, مثال. وقتی شما به وزارت معارف در کد 22ش یک میلیارد یا دو میلیارد یا کمتر یا زیادتر میگیرید جزئیات این را توضیح بتید که این دو میلیارد را کجا شما به مصرف میرسانید که توزیع داده نشده قطعا وجود ندارد بله, بله. در کجا تا بله. تقاضا شده که شما توضیح بدید هر چند ممکن از در جریان سال بنابر مصالحاتی که وزارت مالیات داره در اصولنامه بودجه که هم نقطه اختلافی است باز میتونه ایراد درست طرف راست مبره طرف چپ ببره یعنی هر جای دلش بخواد او رو تعدیل کنه او گپ هم دا جایش است ولی این توضیحات وزارت مالیات نداده و ادعا میکنه که گویا بسیار وقت میگیره و بسیار ممکن است برای ما ایجاد و مشکل بله. کنه در طی مراحل من می سوال از یک زاویه دیگه که مردم میخوان آقای عثمانی از شما میپرسون مردم میگه که هزارها نفر بیکار میشه 17093 بست تنقیس میشه به خاطر از اینکه دو میلیارد افغانی در کد 21 پایین بیه یعنی 201 میلیارد بوده 199 شده ولی 42 میلیارد افغانی اضافه میشه به خاطر فرش و چوکی و لپتاپ اینا همین چطور بر مردم فکر میکنن ما فکر بر... که حکومت رئیس جمهور پالیسی اقتصادیش از شروع امی حکومت جدیدی که آمد در سال 2001 تفاوت کرده در اون وقت تاکیدش همیشه به اقتصاد بازار بود بله این های افغانستان جان خود سر اقتصاد بازار و هم شاید توضیح کنه ولی در این وقتا پالیسی حکومت توری هسته که کوشش میکنه شرکت های دولتی مثلا ایجاد کنه که باید عملیاتی یکی از کارهای بزرگ در مو بخش میکنه فابریک سمنت خانه سازی را بسیار جاها را ساختمان های اساسی دولت را در داده و بخش اعظم از مردم که در بخش ساختمان کار میکردن دیگه گلمشان جمع شده این بله. ای, ای به پالیسی بیشتر رابطه داره تا به سرفجویی در, در اقتصاد به طور مثال وزارت معدن تعداد عظیم از کارگرهای خود جواب داده وزارت فواید آمه کار، کارمندان خود جواب داده تصدی مواد نفتی جواب داده وزارت معارف جواب داده ای فکر میکنم برداشت ما از, از به همین شکل است نه ای که بحث سرفجویی در, در ماشات و در پول از او باشه بیشتر در پالیسی های حکومت این نخواست است درست در باره کود 24 ما از شما میخوایم بپرسیم مخواهی عثمانی سبسایدی ها مساعدت ها منفت های اجتماعی که شما گفتین در این تقاعد هم مزارت مالی هم میگه که اضافه شده بودجهش از 20 بودجهش حالا 19 میلیارد است 19 میلیارد و 599 میلیون افغانی چقدر واضح است مصرف همین کد کد 24 با تکرار میگم جمله پیشتر بلد. خدا اما توی که در کد 22 جزئیاتش وجود نداره در کد هم وجود نداره در کد 25 هم وجود نداره در کد 24 هم وجود نداره فقط در یک مجموع و به صورت کلی به ورس جرگ و معلوم دار است البته البته وقتی که کلی را به جزئیات بررسی کنیم کار اس آسان هم نیست وزارت مالیات چش بار از آمد میکشد تلاش میکند جلسات استماعیه جور میکند پیشنهاد وزارت ها را میبینه بالاخره یک یک جنبندی میکنه <applause> این جنبندی را بعضی وقتا که اولوسی جگه فشار انداخته در اختیار ما قرار داده البته ما در 8 سال اخیر ای جنبندی را در اختیار نداریم بسیار جالب است و همونطور در باره کود 25 که 108 میلیارد و 506 میلیون افغانی بر کسب دارایی ها تخصیص داده شده قای مشعل اگر سند بود جرب شما دیدن که باوردارم دیدن ده باره تشریح کتاب آیا به حد کافی فکر میکنید واضح هست یا فریبنده است؟ تصور میکنم که بودجه افغانستان از سه محوریت اصلی که تشکیل شده که عبارت از بود سیاسی بود برنامه ریزی و بود مالی هست بشترین تمرکز بودجه در بود سیاسی مسئله بوده ای دو بود دیگه فراموش شده هست وقتی میگم که تمرکز اصلی روی بود سیاسی بوده معنیش ای هست که بخشی از پول هایی که در کد های مختلف وزارت های اختصاص داده میشه غیر شفاف هست به این معنی که در طی 21 سال وزارت مالیه یک سیستم حسابدهی شفاف را نداره که مطابق شاخص ها و استندرد ها رسانه ها دانشگاه ها نهادهای تحقیقی بفهمه که موثریت مصارف بودیجه چقدر بوده وقتی این موثریت فهمیده نشود در اخیر سال مالی ما نمیتونیم آسیب شناسی بودیجه گذشته را بکنیم از موثریت بودیجه حرف بزنیم و بگوییم که بودیجه شفاف به مصرف رسیده بر علاوه عدم شفافیت در سند بودیجه تا جایی که مربوط به اقتصاد می شود من آگاه هستم از کودهای پیچیده و تو در توی وزارت مالیه ناشی میشه مثلا بخش اعظم از این پول در کودهای اختصاص می که اونا غیر قابل پیگیری هست و اتفاقا بخش کلان از مصارف هم از او کودها رقم میخوره امسال خوشبختانه رسانه های افغانستان بخشی از این مصارف را که خرج شده برملا کردن کود کد هست کود 91 هست و در 20 سال گذشته مردم افغانستان نمیفهمید که مثلا بخش کلان از این پولها ها و تو موارد مصرف میشه و این در حال است که شما وضعیت اقتصادی افغانستان را به خوبی مشاهده میکنین بناهن عدم شفافیت از وزارت مالیه و سند بودیجه تقریبا کلید میخوره بودیجه یک سند هست وقتی میگم سند تمام حروف و تمام کلمات و تمام اعداد ارقام در اونجا قابل بحث است سند است دیگه بناهن وقتی این سند اعداد ارقام به گفته وکیل صاحب و خود رئیس به وزارت همینجا تشریف دارن تایید میکنن که اینا به گونه شفاف در اخیر یک سیستم حسابگیری وجود نداره صرفا شاید در یک جدول اکسل به عنوان اعداد و ارقام را میشه در صورت وقتی اطلاعات کیفی موجود نباشه آدم نمیفهمه که درست. شفافیتی مسئله در کجا هست درست در رابطه به همون سوال مهم سوال مردم فکر میکنین چرا در یک کشور فقیر امه. که 17093 تن را دولت بیکار میسازه به خاطر اینکه دو میلیارد پایین بیه از سقف کد 91 باز می نزدیک به 43 میلیارد افغانی را در کد 22 یعنی کد اجناس خدمات اضافه میکنه البته من این سوال از آقای احمدم خواد داشتم درست خب تا جایی که مربوط به اقتصاد بازار میشه کامنت ما در مورد کاهش تعداد کارمندهای وزارت نیست اما کامنت ما در قسمت منطق کاهش است بله. اگر چنانچه دولت افغانستان به خاطر پیاده سازی نبض نظام اقتصاد بازار چنانچه وکیل سایبم گفت میخواد حجم دولت را کوچک کنه با یک پشتوانه منطقی و با یک پالیسی و برنامه ای کار میکنه خب ممکن قابل دفاع باشد چرا به خاطر که ای در افغانستان است که تصور میشه دولت تنها نهاد ایجاد کننده ای شغل است مه. بیشتر کامنت ما ای هست که پول اختصاص داده شده در کد بعدی در کد مصارف که هست که الگوی او مصرف هم اشتباه هست مصارف تجملاتی را که دولت افغانستان داره تقریبا زبانزد زد است در بین کشورهای فقیر مخصوصا کشورهای آسیایی این او مصرف کامنت مرا با خود داره بنان نفسی که تعداد کارمندا کم میشه زیاد قابل نگرانی نیست اگر چنانچه ما بتانیم این بودجه در بخش پروژه های انکشافی و کد انکشافی اختصاص بدیم تا به صورت غیر مستقیم بتونه شغل بیشتر از 10000 را ایجاد کنه در اون صورت این منطقی می نمایه. اما آنچه قابل بحث است است که ای کد در الگوهای مصرفی تجملی برنامه‌ریزی میشه که ای خلاف ای اصول و استانداردهای میاری بودجه است و انتقادی مردم را هم احتمالاً به دنبال داره ما با شما آقای احمد چرا در کد 22 42 میلیارد و 793 میلیون افغانی افزایش دادن نسبت به سال گذشته خب اول ما میخوایم بس شفافیت های. ای که سند ما چقدر جامعه است سر از یک بحث کوتا داشته باشیم <تصفح> ببینید ما از سال مالی 1397 استاندارد جی اف اس تطبیق کردیم در بودیجه چی هست این استاندارد؟ به نام ایسای مالی حکومت یاد میشه که استاندارد است از طرف IMF و به اساس قانون امور مالی و مکلف هستیم که استاندارد از اونا استفاده کنیم و این یک استاندارد جهانی است اگر ما از شفافیت صحبت میکنیم باید ما شما ها را ببینیم ببینیم که سروی های جهانی چی میگه به اساس سروی او بیای که اخیرا ابلاغ شد ما در بخش شفافیت نمره 50 را گرفتیم که در سطح منطقه بلندترین اسکور بود که ما داشتیم یعنی خودش بیانگر ازی است که سند بودجه ما شفاف است شما یک, یک کشور را در جهان پیدا نمیکنید که با تفصیل به اساس فصل بودجه را ترتیب کنه بودجه همیشه به اساس نمی تصنیف آماده میشه و قسم که گفتم از سروی و بیای معلوم است که بودجه ما شفاف است یعنی بهتر است از هندوستان، پاکستان، ولی شفافیت در عمل باید ببینیم اگر در اون سند جا داده میشه یا نه نه می مردم میخواین بفهمن خب بس, بود, بس, بس بود که در بودیجا شفافیت نیست از خاطر من وقت ما بودیجا را مقایسه میکنیم که سال قبل امه. باید ببینیم که در کدام ساحات ازدیاد آمده در بودیجا در کود اجناس و خدمات پیشتر شما 124 میلیارد گفته بله. بودجه کود اجناس خدمات 68, 69 میلیارد بود بعد از اینکه انتقاد پارلمان آمد که کود اجناس خدمات زیاد است ما 1.5 میلیارد او تنقیص آوردیم آمد 68.5 میلیارد 68.3 میلیارد یعنی بودجه کود اجناس خدمات ما فعلا 68 میلیارد است این حال از این تفریق کنیم کمک های سستیکا و لطفا را که در بخش امیتی میکنه 27 میلیارد دو او بخش مارش دو من،, من فکر میکنم مشکل دارم چون در سندک سند پیشم از تفکیک بودجه ملی سال مالی 1400 به اساس کودهای اقتصادی کود 21 199 میلیارد است بله. کود 22 124 میلیارد اگر شما میخواین خوب, میشه بازی رو جمع کنین که داخل چند میشه خوب, خوب, خوب. 124 میلیارد است کود 23 یک میلیارد و 500 میلیون است کد 24 19 میلیارد و 599 میلیون است کد 25 108 میلیارد و خب در است که مجموع از این میشه 473 473 شما بودجه توحید شده است شما بودجه توحید شده را صحبت میکنین ما و شما وقت اجناس خدمات میگیم او بس بودجه عادی هست وقتی که توحید شده میگین ده این هم شامل است یعنی بودجه یعنی کشاف... همزمان کد 22 هم بخش این داره هم بخش عادی داره, عادی داره. داره. مسارف اجناس خدمات در بخش بودجه عادی هسته که 68 میلیارد است اینال از 68 میلیارد ما شما تا عوضات سستیکا و لطفا را تفریق کنیم میلیارد دو میشه ماند 42 میلیارد خب صرف و برق ما را در گذشته شما ببینید تقریبا 3 میلیارد مصارف برق ناس خب در دستگاه دولت ما امیر را میخوایم تجزیه کنیم که به یک نتیجه برسیم در بخش روغنیات ما ما حداقل 4 میلیارد مصرف داریم سالانه چقدر داریم؟ 4 میلیارد 4 میلیارد درست سه میلیارد برق بله 4 میلیارد خدا اه... بله بله ادامه در بخش سفریا بله ما تقریبا در حدود 1.5 میلیارد مصرف داریم دستگاه دولت کلان است های داخلی است های خارجی است تمام از این مصارف صرف در بخش ایاشه و بدل ایاشه که به معرف میتیم و محصلین که در لیلیه ها هستند تقریبا دو میلیاردی میشه خب کرای مکاتب و کرای نمایندگی های خارجی که ما داریم تا حدود 3 میلیارد افغانی میشه بله به این شکل شما صفای شاروالی را تمام جزیات ما براتان بگویم تمام ایکودا را شما ببینید 42 میلیارد افغانی آیا شما فکر میکنین که در ایکود زیاد است؟ 42 میلیارد مجموعاً 42 میلیارد دارین؟ از بخش دولتی از فرد بلی. دولتی امه. و ما داریم چه سال داشتین یا سالای دیگه هر سال داشتین خب سال گذشته 47 میلیارد نه تفاوت دیجه چه کس هست او دات سیستیکاس در قسمی که من بعض اقلام براتون گفتم به می شکل دیگه اقلام هم است که ما امرای ادارات که دستمای بودیجه ششتیم شش شش دمی بودیجه رضایت نداره ادارات یعنی میگن باید زیاد شود بسیار میگن کم است از خاطر اگر ما ببینیم تناسب کد 22 و کد 21 بسیار تفاوت زیاد داره 200 میلیارد مورد کود 21 داریم اما صرف 40 میلیارد مورد کود هم دلیل دلیلی که دارات قبول ندارن چی است شما مثلا میبینین یک موین تازه تعیین میشه یا یک وزیر سه مثلا علاقه در اولین کارش همی از دفتر خود به مایل خودش دیزاین میکنه در کشور فقیر در کشور با فقر 72 درصدی هم ادارات که میگن که بودجه ما رو زیاد بسازن چی از دلیل شد؟ موضوع فرنیچر اگه ما به اساس فصل ببینیم دمی 8 میلیارد شاید ما از 500 میلیون الی 600 میلیون زیادتر برای موضوعات فرنیچر و تجهیزات دفتری نداشته باشیم خصوصا استرا محکمه را اگر ما برتون مثال بدم استرا محکمه میگه ما در تمام ولسوالی فعالیت داریم میگه که محاکم ابتدایی ما امو زیربنای بسیار اساسی را نداره بله اه میگن اگر دو بریم خود ما شخصا نرفتیم در ولایت اما اونا میگن که در هر ولسوالی ببینید وضعیت بسیار خراب است در میز چوکی که اونا استفاده میکنه بسیار فرسوده است و عین از 14 15 سال پیش هستن. که اونا هم شان تقاضایی دارن که یک شما هر سال دیگه پول دارن اما بسیار ناچیز است بسیار ناچیز است در بخش فرنیچر مبل فرنیچر درست. ولی یک بو بو یک چیزه، یک چیزه که یک چیزی که یک چیزی که واضحه است سال گذشته می بسیار زود از این بخش بریم بیرون به دیگه بخش شاپ 47 میلیارد بودجه کد 22 بود و امسال چیزی که شما گفتین 68 میلیارد و 360 میلیون است که یک افزایش نشان می تاب افزایش حدود 16 24 میلیاردی همی مکس سوال است 24 میلیارد رش ما اضافه کرد خب یک بخش را که ما میتونم براتون بگویم موضوع برق است بله اما سالا وکیل صاحب دجریان است که ما دستمای بودجه که در وزارت مالیه برگزار میشد و وقتی که شورای ملی استمایه را میگرفت یک مقدار بودجه ما بر برق میدادیم اما این بسنده نبود مثلا وزارت حج اوقاف سالانه 350 میلیون افغانی در بخش برق ضرورت داشت بله. اما ما چیزی که برشان میدادیم 100 میلیون بود که بالاخره این منتج به شد که ما قرضدار شدیم از برشنا شرکت که این سال احتیاط شما میبینین که مقروضات ادارات به برشنا شرکت است که در اوجه ما او پول امسال ما خواستیم همین مشکل را حل کنیم و در برق هم. یک چیز به اساس اوسط مسارف سه ساله درست. ما به ادارات گرفتیم که یک چیز بالا رفت کده مسارف برق من. بسیار خوب البته افضایش که پیشتر گفتم افضایش 19 میلیاردی است خیلی کوتاه میریم به بخش کدهای احتیاطی بخواه احمد مجلس گفت که کودهای احتیاطی را کم کنن یعنی بودجه کودهای احتیاطی کم شود چرا کم نکردن؟ کم کردیم مثلا؟ 1.1 ملیارد یک میلیارد نسبت به مساعده اول ما کم کردیم اگر ما مقایسه کنیم مساعده دوم سیوم تفاوت زیاد نشان نمیته از خاطر که ما در کود پالیسی معاشات شد یک اشاره یک میلیارد گرفتیم اما در اصل ما از کودا ایتیاد 1.1 ملیارد یک میلیارد مجموع کودا ایتیاد چند است حال؟ اله پانس نو حساب اشاریه 19.2 انکشافي بعد 19.3 صحیح اس 19.3 که 15.438ش مربوطه احتياطي و 38 که مربوط به انکشافي از درست است و ییرا شما بگین کارشان شلون متا بعدا زاله که دهمی سند هست که در بودجه البته آقای عثماني باید درباره با صحبت بکنن در مساعده دوم 18.07 بوده در مساعده سوم هم شده نوزده از سه سفر هشت بالا هفت کد کود پالیسی جدید ما تا به خیال هم شما محاسبه خب. نکردین با شمول, او. با شمول او و شمول او به شمول از او بالا رفته یعنی اگر ما مقایسه کنیم بدون پالیسی جدید ما شد کاش به عمل آمده بله و وقت اگر ما روی از این صحبت میکنیم که در کدای چقدر گنجایش داریم که ما کم کنیم بله در اون صورت من فهم که از اوصله برنامه شاید بله. بالا باشه باید در ما بریم ببینیم بب... که وضعیت چه چرا هست؟ کم کنیم چون آه. مثلا مجلس دیش هم اعلامیه من خواندم که گفته که تغییر در کودهای 91 و 92 نامده یک شور پنج بود در مساعده دو یک شور پنج هست چرا؟ کود 91 سال 13 که در رسانه هم زیاد باستا بیافت. دو میلیارد دو اشاره میلیارد خب در 13 امروز ما در سند بودجه 1400 گرفتیم 1.5 میلیارد نشان میده که در حدود 45 فیصد ولی مجلس قبول نداره می شما قبول دارین؟ در بس کودا ما دیدم یک کمی است بله معمولا, معمولاً آه اصولی ایجاب میکنه که به اساس مصرف سال ما قبل که در قطعه نکاس پیدا میکنه باید کودا جا بجای شده و مثال در کود 91 ما مصارف از در سال گذشته میبینیم بعد میاییم در بودجه امسال میبینیم که در اونجا در کود 91 در کجاها مصرف صورت گرفته آیا اون مصرف هایی که صورت گرفته بجا و قانونمند بوده یا, یا مطابق ضرورت بوده یا مصارف بوده که غیر ضروری بوده با در نظر داشت از او من مقدار بودجه کود مربوطه امسال تعیین میکنیم مشکل وزارت مالیه در دیگه جای داره و ما هم داریم ما سریضی او فکر نمی کنیم که وزارت مالیه امسال یا سال گذشته در یک کود غیر از کود 91 و 92 بطور مثال 500 میلیون افغانی جا جای کرده مشکل همراه وزارت مالیه در اینجا شروع میشه که وزارت مالیه 500 میلیون دمی جایی که در نظر گرفته شده ایجا به مصرف نمیرسونه جای دیگه مصرف ایده باز از از ذخایر استفاده کرده بازی را میره جای دیگه مصرف میکنه ام. نقطه اصلی اختلافی همین است درست و باید و باید در وقتی که پول داده میشه مطابق به مصرف اصلی که در همین کود صورت درسته درست. اگر ما به ای این بودجه بتیم بین ما اختلاف نیست یک نقطه دیگر هم یاد آوری میکنم بلی ها. بلی. خیلی مهم است وزارت مالیه یک اشاره میلیارد به در یک کود به ریاست برشنا داده بله ما روی از میایم جدا کن اگر اجازه بدین فقط ما میخوایم روی کد 91 که مردم افغانستان مسارف کد 91 در سال 98 مسارف کد 91 در سال مالی 98 دیدن شما می دیدن که بگ مشاور رئیس جمهور کرای حولی داده شده معترض رهی خریده شده معترض رهی کرا گرفته شده نمیدونم خرچ جو سرخان شده ماش امتیازی داده شده تیل موتر و و امثال اینها وقتی را میبینن و حالا دوباره سند بودجه را میبینن که 1.5 اشاره میلیارد به همین کد دوباره در نظر گرفته شده قابل قبول است یا نه؟ کاش باز میان باز سر این نقطه کد 91 که خود از این ها کد احتیاطی است که بودجه را تنبیل میکنن کمبوتی هاش را تنبیل میکنن جایی که نمی مصرف صورت گرفته با تنبیل در بودجه مطابقت نداره نداره بله و سلوات رئیس جمهور است در یکی از ادارات دولتی به طور مثال کمبود بودجه صورت میگیره این کد 91 اموجا وظیفه اش است که اونم کمبود تامین کنه بالی. ولی وزارت مالیه و مخصوصا یکام اکام رئیس جمهور است و یا مکلفیت دارن که حکم رئیس جمهور را تامین کنن عملی کنن از اوج حکم داده میشه که اینمی مسارف به می شکل صورت بگیره که مطابق به هدف تعیین شده نیست, پس چی باید کد 92 خود حالت استرار است بلیا. که او مربوط به وزارت دولت در امور حوادث است مربوط به سالهای گذشته مربوط یک بخش مربوط ریاست اجرایه بود و حالا طبعا از سلایت رئیس جمهور و اداره مبارزه با حوادث است این باید تنها و تنها در بخش حوادث به مصرف برسد که نمیرسد که مشکلی که ما داریم به وزارت مالیه و امی است که دا جایش به مصرف نمیرسه درست. و یا کوشش هم میکنند کمی کود و را. و نوادی اطلاعاتش هم اوقدر به سادگی در اختیار کسی قرار نتند در سیجرگه و در اختیار رسانه ها قرار نتند و خاطر از, از اینکه علمو گپ هایی را که شما گفتید او مالوبدار افشان میشه و مردم میدانه و نتیجه شی میشه که مردم به باور میشه و میکنه کود کاهش پیدا کنند. کود 91, 91 که ما در روز بحثش نبودیم درست. ولی بین کمیسیون و وزارت مالیه بعد از بحثایی که صورت گرفت سر یک عدد توافق کردن این کدام عدد بوده ما در روز نبودم بپرسیم تشکر البته اگر وزارت مالیه به حال بخواید نخواید درز میکنه این مصارف قطعی کد 91 سال 98 هست یک لیست بسیار طولانی و با جزیات که روزنامه اطلاعات روز پخش کرده بود سر کدام عدد به توافق رسیدند کد 91 یک اشاره پنج میلیارد چیزی که در سنده است قرار نیست دیگه کاهش پیدا کنه نه و یک چیزی که اصول مالی قسم است که باید ما سال قبل ببینیم یعنی سیزدن آوادنو را ببینیم شما راپور را گرفتین گفتین درس کده این نوادشت را... است بله این نوادشت است که ما خود ما برای کمیسیون مالی و بودیجه روان کردیم این راپور را شما با تمام احکام با تمام جزیات ما امرایشان شریک ساختیم که اونمون چی چیز شامل است؟ از موارد زیاد است که ما خوب. بر جزیات خوب است که یک یک بشاور کرای خانه گرفته یک... آپارتمان اپارتمان خریده همین موضوع است همین موضوع را می‌خواستم بله بل. کاش که شما راپور سال مالی سیزده نواد نور بگیره و مو برای ما قرار او را به کمیسیون روان کردیم شما بخواین بر شما بخواب میمیدیم اگر دوی او یک مورد پیدا کردین چون ما گفتم مقرره جور شد کمیته تشکیل شد کمیته که متشکل از اداری امور وزارت مالی و اداره درخواست کننده است اگر در سال مالی 1399 یک مورد پیدا کردین که خلاف لایم مصرف شده باشه باز در او صورت ما مقصر 1399 اساس ماست در او تقریبا در حدود یک میلیارد مصرف شد یک اشاره پنج میلیارد امسال ما پیش بین شدیم و چیز است که کمیسیون به موافقه رسید درست یک درست است سو تشکر ما به شما برمیگردم در باری های برشنا آقای اسمانی شما میگفتن چرا باید پرداخت نشه؟ به حاضر ما تفصیل کار برشنا به ادارات دولتی و به مردم عام برق توضیح میکنه معلومدار است به اساس یک میتر مصرف صرفی برق است برای برای مردم عام پشت خانهش میره بلیا. بل برشنا و او مجبور از پول برک خود تابیل کنه به همین شکل در میترهای دولتی هم در تمام ادارات دولتی به شمول تلویزیون طلو میتر نسب است که دولتی نیست سکتور خصوصی ولی میتر نسب است حال برشنا این ظرفیت پیدا کنه که از ادارات دولتی بره اما که به مردم عادی بل برک روان میکنه در ادارات دولتی هم روان کنن و پول برق خود از ادارات دولتی اصول کنن <applause> در کود 22 اما قسمه که رئیس های بودجه گفت به تمام ادارات دولتی پول برق تخصیص داده شده و در اوجه تحکید هم شده که هر تغییری که در, در کود 22 می آید ممکن از بسیارش جواز داشته باشه ولی پول صرفی برق غیر قابل تعدیل است ای نظری بود و هر سال هم میگه بوده دیگه بله این ای 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 کار است که از, از, از ده سال به این طرف و از وقتی که پارلمان در بودجه معلومات پیدا کرد به همی شکل است که پول غیر پول برشنا یا پول بعد غیر قابل تعدیل است یعنی ادارات دولتی مکلف هستند چون پولشان تعدیل هم نمیشه باید پول برشنا را تعویل کنند این که برشنا ظرفیت نداره و نمیتونه پول خود را جمع کنه آلیا چه کار میکنن یا یک یک مبلغ اما تو نقص تیار در یک جای مانده و اینا میتن به نام قرض برشنا در صورتی که ادارات دولتی را میترش خوانده نشده پولش جمعوری اما مجموعه صرفیش جمعوری نشده و پیسه از پیش نگرفته گرفته نشده چرا یک پول نقد اوجا میری میمانی تا برشنا از او استفاده کنه اگر اتو عادت پیدا کنه ممکن است که یک روز صرفی نل آب هم تقاضا را کنه تلفون ممکن است همی تقاضا را کنه و در نتیجه دولت افغانستان بعد پول ذخیره یک جای بانه درست. ما جدا مخالفت کردیم وای پول موافق نیستیم ولی چون بودجه که تلاش وزارت مالیه ای است که این بودجه را در بلوسی جرگه در تالار ببره و میره در بست همه تو چی کنم تصویب کنه, کنه, کنه بله. که امی آلات ها باز به جای خود باقی میمونه بسیار تشکر آقای مشان الله شما برمیگردم فقط یک نکته دیگر از آقای احمد در باره همی پول کود 976 ایجاد کردن که مقروضیت های برشنا را پردازه اول یک اشوار 437 بود حال شده یک میلیارد و 300 میلیون یعنی چی؟ همی ما نمی فهمم اما تو که آقای اسمانی گفتی یک شرکت است آید داره رئیس شش لک ماش میگیره خب. و از طرف دیگه شما کد 22 را دارن سال هاست که داشتن بر پرداخت مقروضیت های بر, بر پرداخت پول بر بله پیشتر هم کوتا در این مورد اشاره کردم اما ساله به ادارات بودیجه گرفته شده بود به برق فرض میکنیم وزارت حج اوقاف ما برشان 1.5 میلیون بودیجه گرفته بودیم به برق تا آخر سال اینا مصرف کردن 300 میلیون کتاب اونها جوابگو هستن که بگن چرا مصرف بر... مصارف برقشان بالا رفت اما بالاخره مصرف دولت بود که مصارف برق از با بالا رفت میشه ایرا بگویم که دمو وقت وقتی که ما پلان گذاری کرده بودیم شاید اقدر دقیق نبودیم که برازی و ها بودیجی برق کم گرفته بودیم حال برشنا شرکت یک شرکت است اونا برق دادن به وزارت حج و قاف اونا از بهشان حق خدا میخواه میگن که مو پیسی که شما مصرف کردید اونا رو بر ما بتید این کود برازی نیست که ما مقروضت های برشنا شرکت ها خلاص کنیم این برازی است که ما مقروضت های دارات خلاص کنیم. ادارات مقروض هستند از برشنا شرکت و برشنا شرکت از پیشان پول میخواین باید برشان پوله کن. با ما پول تادیه کنیم قناعت بخش بود آقای ما قناعت بخش به کدام دلیل نیست من میگم که وقتی که وقتی که وزارت عج قاف 300 میلیون قرض داره است و 150 میلیون به بودجه داده بسیار خوب در کد مربوطه 22 ش 150 میلیون دگان بندازه مهم. و خود از اون مکلفیت داره که پول برق و برشنا بپردازه و برشنا بگیره اگر قرار باشه که ما تو یک, یک, فرمول بکشیم که هر اداره ما قرض است مجموعه قرض بکشیم و در بودجه بنازیم این کار کار نادرست است و بخصوصی که ریاست برشنا هیچ پاسخگو است، به دولت افغانستان ممکن باشه به با پارلمان پاسخگو است. پول دولتی را مصرف میکنه ماشاش ماشاتشان مطابق قوانین ما نیست و خصوصا حالا که ریاست نو اداره نو جور شده تشکر یک بار به با برشنا سر بزنید ببینید که در ساختمان و در باسازی و در اتاق جور کردن چه پول مصرف بسیار کوتا چرا این کارو نکردین در کد 22 چرا اضافه نکردین خب پلان قسم است که در کودی گرفته شده امه. اما به اساس های هر اداره ما این به اداره تعدیل کنیم و اداره پرداخت کنیم بله. چون قرضدار اداره است اما فعلا ما کد احتیاط گرفت در کد متفرقه گرفتیم از این به خود اداره میره از اداره به برشنات پرداخت میشه یعنی مکانیزم میشه قسمت ترتیب شده تشکر آقای مشعل باور شما چی است چقدر شفافیت وجود داره راجع به کودهای احتیاطی که شما همینجا شنیدن راجع به اینکه چطور هزینه میشه ای کودهای احتیاطی چی است چرا باید باشه خب کودهای احتیاطی پشتوانی تیوریکش ای هست که معمولا خطای محاسباتی در بودجریزی دولت وجود می داشته باشه علتش ای است که متغیرهای بسیار زیاد و بسا غیر قابل کنترل در مسائل دولتی و مسائل اقتصادی دخالت داره که اینا را نمیشه پیش بینی کرد بناا میگه که تا سه فیصد را به خاطر خطای محاسباتی و پیش آمدی شرایط غیر قابل پیش بینی در کدهای احتیاط میتونه که ذخیره شود به هر اندازه ای که حجم ای کدهای احتیاط کلانتر باشد به این معنی است که خطای محاسباتی ما بیشتر است چون در افغانستان ما مشاهده میکنیم همواره ای کدها فربتر از سایر کدهای ضروری تر هست معنیش است که خطای محاسباتی بیشتر هست و بر علاوه منطق کدهای احتیاطی ای است که در شرایط مشخص زمانی مسائل پیش می که این کدها در راستای انکشاف اقتصادی در او موارد اختصاص داده شود اما شما مشاهده می که بیشتر این کدها در ایجاد یک اداره در تطمیع رقبای سیاسی در فربسازی، نهادهای غیر ضروری در تمرکز صلاحیت حکومت استفاده می شود که کومنت اصلی در اینجا هست که کد های احتیاطی چرا به جایی که باید مصرف شوا به مصرف نمیرسه پیشتر که من اشاره کردم که سند مشخصی در مورد شفافیت بودجه وجود نداره که جناب رئیس وزارت مالی هم مخالفت کردن که ما شفاف هستیم نمره 50 را گرفتیم بحث ما هم, هم همین است که افغانستان در کنفرانس ژنو وقتی کمک ها را دوباره تعهدش را یک مقدار گرفت در روی سند شفافیت را نشان دادن نشان دادن که اوای افزایش یافتن نشان دادن که وضعیت حکومت داری بهتر است وضعیت فقر این است به من این جای سوال است که چطور با اعداد و ارقام ای تو بازی میشه که انگار همه چیز شفاف است همه چیز خوب است در که میگن نیست. اقتصادی بر بله. برای ما معیار هست مثلا فکر کدا احتیاطی ساختارمند شود و قانونمند شود چی شو؟ با میگم که به هر اندازه ای که بتوانیم تخمین ها را در بودجه تخصصی کنیم به هر اندازه ای که در زمان اختصاص بودجه ما پیشنهادهای فلان محترم و فلان جهادی و فلان وکیل و فلان وزیر را کمتر بکنیم بودجه بر اساس تخصص و یک میار مشخص اختصاص داده شود ما از حجم کودهای احتیاطی کم میکنیم و به امو اندازه حسابدهی شفافتر میشه یک بحث دیگه است که کودهای احتیاطی که در نظر گرفته میشه اینا یکی از از های فساد است در افغانستان دقیقا یکی از مسائلی که به صورت تکنیکی و به صورت سیستماتیک باعث بوجود وجود آمدن فساد در افغانستان شده همین کوته های احتیاطی است که مصارفش جناب میگه که در رسانه ها درز کرده اصطلاح درز معنایش چی هست در حالی که اینا اسنادی است که باید خوشگاه به مردم داده شود تحلیلگر اقتصادی کسایی که بدون بالی مسائل اینا رو بفهمه که به دولتی که مالیات پرداخت میکنن چطور مصرف چطور مصرف میشه بحث دیگه است که از طریق بودجه ما در افغانستان مخصوصا در این مقطع زمانی که حکومت در تنگنا هست و پارلمان هم سند بودجه را پاس نمیکنه که احتمالا پیامش تحت فشار قرار دادن حکومت هست ای است که میتونه شکاف به وجود آمدن بین مردم و دولت را کم کنه اه. به این شکل که در این مقطع زمانی ناگوزیری های خود را برای مردم بفهمانه و در قسمت تخصیص بودجه و برست. مسائل را که پارلمان گشت گذاشتن مخصوصا در بخش کود 91 و 92 که اصرار ما بیشتر در این کود هاست و در بخش کود 21 که مربوط معاشات نامشه در این بود باید تعدیلات زیاد و غیر قابل تعلل بیاید چون هیچ منطق را ما برای تعلل در یرسه نمی بینم خواهی احمد شاه رگه های فساد اینا را قطع میکنن یا قانونمند میسازن که مردم بفهمه که کود 91 یا 92 چطور مصرف میشه تایف مایل میشه خرچ میشه ریخت و پاش میشه خب، یا ما ما خب بارها گفتیم من فکر می کنم استاد و جمع از وکلا کسایی که انتقاد دارن مقرره جدید که در جد جریده رسمی نشر شده م. او را یک دفعه ببینن ما برای هر کوت لایه ساختیم 91 91 91 و شمول مشخص و نوادی لایه مشخص ترتیب شده برای از او ب... راپور دی چې زه را کوم پېشتار گفتم چې به با مردم باید برسره واه رکه ما گفتم درس کده بله چې شما گفتار دي چې ما استفاده کړم بله اا خپله مو قراره مکلفیت مې ته چې ما باید گزارش رو بار بتم با کابینه با پارلمان او با مردم بله یعنی هر د ختم هر روب یا مې ته نه ما ماهانه د جور کړم د ختم هر ما ما مسارف 91 92 را د ویب سایت خو نشر میکنن تر څو مردم قرار بگیره و اونا مطالعه باشند که در کدام موارد استفاده شده درست. و خواهش ما ای است که شما سال از مالی 1399 را ببینین که ما متظر میمانیم که قطعه را به عنوان آخرین سوال که کم کم برسیم به جمع بندی آقای احمد با توجه به که یک خاص دیگه پارلمان ای بود که شما بودجه انکشافی تان نیمه بودجه عادی است ولی شما آمدین در سند سوم 104 میلیون دگهشم کم کردین بردن به عادی یک مساله و دوم درباره قرضه است 17 میلیارد و 400 میلیون افغانی قرار است شما قرضه بگیرین پارلمان قبول نداره و منظور نکده سه دلیلی که مجلس بودجه را به اساس او تایید کنه چی است فکر میکنین با توجه به ضعفها خوب راجع به قرضه خود چیزی که پارلمان ملاحظه داره هم شیوه ارائه ازی است که اینا میگن که باید جداگانه روان شود و هدفش مشخص شود قسم که شما گفتین نیازمندی های انکشافی ما به حد زیاد است و ما از این خود ما رنج میبریم که بودجه عادی ما زیاد است و بودجه انکشافی ما کم اما چند سال به گذشته اگر ما مقایسه کنیم همه سال بودجه انکشافی ما بالا رفته مثلا از سال مالی 1399 وقتی که ما 64 میلیارد افغانی بود انکشافی اختیاری داشتیم امه. امروز ما داریم 89 میلیارد و یعنی 25 میلیارد افغانی ما اضافه کردیم این پالیسی حکومت نشان میده که همه ما میخواهیم که مصارف عادی خود کم کنیم مصارف انکشافی خود بالا ببریم سه دلیل را گفتید که چرا پارلمان باید بودجه را تصویب بله. تایید کنه ما فکر میکنم که ما یک دلیل برتون میگم که مهمترین از تمام دلایل است که ما امو نزده موارد را پارلمان گفته بود ما با کلش رسیدگی کردیم و فعلا ما فکر کنم که با پارلمان دیگه کدام گپ نمانده که اینو تصویب تشکر آقای عثمانی سه دلیل که فکر میکنن ای بودجه باید رد شود با و احساس و درباره باره قرضه هم اگر میخواین و در باره اکسا که اینا باز کم کردن از بودجه اینک شد اصلاحاتی را که رئیس بودجه صحبت کردند امروز در داخل تالار هم بوی سایب هم بسیار سرش تاکید میکرد داخل کمیسون یک چراغ سبز بوی سایب داد که ما گفتم برای این گامت مثبت است و او از این بود که گفت که ما تغییراتی را که در سنده بود جاوردیم وردیم به اساس تقاضا و تصمیم اولوسی جرگه است. یعنی معنای را میتوند که اون نمو صلاحیت ما را با ما یا دوباره اعاده کردند ما گفتم خیلی امی سند سیوم بودجه را که روان کردی نامه را که زم از او روان کردی امی جمله را در او سند خود جا جای کو که ما از این نایه مشکل ما حل شده که دگه گپا را باز ما پیش ببریم <متصفح> ولی تغییراتی را که مو این صاحب میگه آوردیم نیم فیصد بودجه را یا تغییرات آوردن <متصفح> یعنی در بودجه عادی و انکشافی را که جمع کنی تغییراتی را که یا پیشنهاد میکنن حدود <متصفح> دو نیم فیصد است که به هیچ صورت با خواست وکلای ولسی مطابقت نداره درست. و بر علاوه اداراتی را که ما میگیم به طور مثال مشکل ما که در عملیاتی سر جایش است او بله. بحث قرضه بله که اختلاف ما است رئیس های بودجه قرضه را جز بودجه میگه و تالار میبریم بله. ما میگیم که این وقتی که جزء بوده جامعه بری با مبهم میره نمیره بالی. خودت قرضه را جداگانه ببر کجا با صورت بگیره و گلا بفهمن که قرضه در کجا به مصرف میرسه مطابق از او تصمیم گرفته شود تصمیم پارلمان چی است احتمال تایید سند بودجه است ما هست؟ کسایی که،, که... که طرف هستن عمدتا با وزارت مالیه کمیسیون مالی و بودجه است هنوز در کمیسیون مالی و بودجه کدام نقطه روشن درست در تصویر بود یا دیدن بسیار تشکر آقای مشعل تایید شود یا رد این سند ما در مورد هست ها گپ میزنم باید و نباید را اینا تعیین کنن آنچه که مشخص است به هر اندازه ای که ما پسانتر هر بودجه را تایید کنیم به اما اندازه مسارف فرصتی به لحاظ اقتصادی ایجاد میشه افغانستان زمان را از دست میتونه از زمان مسیر استفاده کنه از طرف دیگر بودجه در افغانستان همواره غیر مسئولانه تصویب شده به معنی که بودجه همواره به نفع یک دشتر. اقلیت برخوردار و یک فرصد. اکثریت محروم و مسئول بوده دارست. و ای غیر قابل قبول است بناا با اصلاحات در بودیج خوب است که تصویب شود بسیار تشکر از حضور مهمانان برنامه آقای عثمانی آقای مشعل و آقای احمد بسیار تشکر از شما و تشکر از بیننده های این ویژه برنامه شبتان بخیر